بینندگان عزیز، بحثی که برنامه قبل ما داشتیم کمال پرستی رو پی میگیریم. کلن صحبت ما در این سری از برنامه ها خانواده است و اینکه چجور ما میتونیم خشم رو در خانواده حتی امکان کم بکنیم و به جاش آرامش رو زیاد کنیم. یه چیزی که باعث خشم در خانواده در بچه ها همسران میشه اینه که یه نفر کمال پرسته و میخواد همه چی درست باشه، همه در هر حالی اونجور که دلش میخواد کامل باشن، و چون نیستن این شخص عصبانی میشه، عصبانیتش سر بچه ها در میاره، اونها رو به قول معروف خونشون رو تو شیشه میکنه و این باعث میشه که خشم، عصبانیت، درگیری در خانواده زیاد بشه. در برنامه قبل ما علل این که چجوری آدم کمال پرست باعث میشه که خشم به وجود بیاره گفتیم علتش در خودشه و چند تا علل رو برشمردیم. یکی ترس او بود و بعد احساس گناهی که داشت، شرمی که از گذشته داشته، همه اینها در وجودش هست و برای اینکه اونها رو پنهان کنه، سرپوش بذاره، نذاره غلبه بکنه، اصلا نمیخواد به یادش بیفته، میاد خودش رو آدم کامل نشون میده به همه، که به این امید که این کمال بودن او، کمال پرستیش، باعث بشه خشم و شرم و احساس گناه پنهان بشه در اون زیر. امروز ما میخوایم تو این برنامه یه مقدار بیشتر باز به عللی بپردازیم که باعث میشه شخص کمال پرست بار بیاد. یکی از جنبه های دیگه شخص کمال پرست یا رفتاری که درش میبینیم رفتار کنترل کننده او هست. برای پوشاندن باز همون ترسی که بهش اشاره کردم، این شخص سعی میکنه همه چیزو، اوضاع رو در زندگی کنترل بکنه. این یکی از رفتارهای بارز شخص کمال پرسته. چه چیزی رو میخواد کنترل کنه؟ خب بگیم یک پدر کمال پرست یا مادر کمال پرست پول رو میخواد کنترل کنه، نمیدونم نظر دیگران رو کنترل کنه، همیشه باید نظر خودش غالب باشه، یا برنامه‌ای که میریزن، اگه قراره مثلا جایی بریم، پیکنیکی بریم، گردشی بریم، حتما اونه که باید همه چیزا رو درست بکنه، بگه این درسته، این غلطه، این چه ساعتی بریم، چه ساعتی برگردیم، چی بخوریم، چی نخوریم. دوستانشو همینطور، لباسو همینطور، نمیدونم چیزی میخواید انتخاب کنید، گفتگویی که هست، به طور کلی اینجور اشخاص اگه در جمعتون باشن همه چیو میخوان طبق خاص خودشون باشه و اگه نباشه ناراحت میشن. پس شخص کمال پرست برای اینکه درونش لرزانه و نمیخواد با اون مواجه بشه، مسائلی در زندگیش هست، میاد چیکار میکنه؟ با کنترل کردن افراد دور و برش و اوضاع دور و برش سعی میکنه اون جنبه ترسشو به فراموشی بسپاره و بر اون بتونه به یک شکل چیره بشه. کسی که کنترل خودشو نداره ولی معمولا اینجور اشخاصن که دیگران رو کنترل میکنن. این شخص کمال پرست به جای اینکه بره و ترسشو کنترل کنه یا چاره‌ای برای اون بیاندیشه، میاد دیگران رو کنترل میکنه. پس شخصی که بیشتر دیگران رو کنترل میکنه کمتر خیشتن داره، کمتر میتونه خودشو کنترل بکنه و این یک توازنی بین این دوتا هست، تناسبی بین این دوتا هست. هرچه قدرت کنترل خیشتن کم باشه، بیشتر به کنترل دیگران و اوضاع میپردازه. اگه کسی مطابق میلش عمل نکنه، باز شخص کمال پرست خشمگینه، نسبت به خودش حتی خشمگینه، نسبت به دیگران خشمگینه، چون باب میلش نیست، باب طبعش نیست اوضاعی که در پیش اومده. اگه طرف مقابلم اتفاقا جالبه اینجا، اگه یه شخص کمال پرست با یه شخص کمال پرستی که روبرو بشه یا هم اتاق بشه یا در یک جایی شریک باشن با هم دیگه، این کمال پرست اولی وقتی یک کمال پرست دیگر رو میبینه، کم کم
از خودش متنفر میشه، افسرده میشه، چون میبینه که نمیتونه اونو کنترل بکنه و برخورد پیش میاد و سبب میشه که افسردگی و از خود بیزاری و اینها پیش بیاد. پس به طور کلی اینه وضع آدم کمال پرست، خیلی سعی میکنه همه چیزو اداره کنه، کنترل کنه. یکی از نشانه های بارز دیگر آدم کمال پرست اینه که حوصله نداره، تاب تحمل ضعف در خودش و دیگران رو نداره و میخواد همه برتر باشن، همه درست باشن، خودش درست باشه، نمیدونم همه چی به جا باشه. و یه همچین شخص معلومه که حوصله نخواهد داشت، تحمل نخواهد داشت که چیزی به مرور اصلاح بشه، در نتیجه گذشت و شفقت هم نخواهد داشت، در نتیجه آدم مهربانی هم نخواهد بود، چون دائم میخواد همه چی درست باشه، کامل باشه. اگه کسی گریه کنه برای او آره، نشانه ضعفه، میگه مرد نباید گریه کرد، نباید گریه بکنه، و شعارهای از این قبیل، شعارهای بزرگ بزرگ که درش هیچ لطافتی، هیچ احساسی، هیچ محبتی نیست. و حالا مجسم کنید یه همچین شخصی در خانواده، خب چطور میتونه این شخص در خانواده آرامش به وجود بیاره؟ شعارش همش اینه، باید چنین باشه، باید چنان باشه. بایدها در زندگیش خیلی زیاده، به طور که نه خودش میتونه اون رو تحمل کنه نه دیگران. استانداردش و معیارش، ضابطش بسیار بالاست، اما بدون حمایت عاطفی، فقط همین شعار میده، میخواد همه چی درست بشه، ولی در کنارش حمایت عاطفی نیست، محبت نیست، مهربانی نیست، کسی نیست همراهی کنه که آدمو به سوی کمال ببره. و خیلی وضع ناجوریه، آدم بخواد با آدم کمال پرست زندگی بکنه، رابطه نزدیک داشته باشه. باز یکی از نشانه های بارز آدم های کمال پرست اینه که خیلی انتقادی هن، کریتیکال هن، خیلی انتقادی هن، دائم از منطق و واقعیت حرف میزنن، فکر میکنن خودشون تنها شخص منطقی هستن و فقط خودشونن که واقعیت‌ها رو می‌بینن. و اینا بیشتر اینجور شعارهای باید باشه، باید اونجور باشه، منطقی جاب می‌کنه که این کارو بکنیم، اینها رو من دنبال واقعیت هستم، نه احساس، نه عاطفه. خب ما جفتش باید داشته باشیم، درسته واقعیت‌ها در دنیا هست، حقایق در دنیا هست، ولی در این حال احساسم جای خودشو داره، درسته عقل هست و احساس جزء وجود ما هست، ما نمیتونیم صرفا همه چیزو منطقی جلو بریم و احساسو پایمال بکنیم. احساسات خیلی کمک میکنن به ما که زندگی بهتری داشته باشیم، اگه به احساسات توجه نکنیم زندگی ما نابود میشه. پس رفتار ناقص دیگران رو سرزنش میکنه، اما رفتار خوب را هرگز تشویق نمیکنه. مجسم کنید پدر یا مادری که در فرزندان همیشه میخوان که همه چی درست باشه، همه چی بهترین باشه، و خب معلومه هیچ کس اینجوری نیست. حالا بگیم اگه یک فرزندی در 8 تا چیز بهترینه، حالا 2 تاش بهترین نیست، اینا میان اون 2 تا رو به اصطلاح علم میکنن و میتازن که پسر این 2 تا مثلا کامل نیست، و هیچ موقع تشویق نمی کنه برای اون 8 تایی که کامل بوده، یا حتی یه چیز کار خوبی اگه اون بچه کرده مورد تشویق واقع نمیشه، چون آدم کمال پرست هیچ موقع راضی نیست، همیشه احساس نارضایتی میکنه از رفتار دیگران و از کار دیگران. باز اگه بخوایم یک نتیجه دیگه هم بگیریم یا بگیم که آدم کمال پرست چه نشانه ای داره، یکیش هم اینه که انعطاف پذیر نیست، به طور کلی انعطاف پذیر نیست. اگه قرار کاری بکنیم، اگه قرار جایی بریم مثلا و بعد برنامه عوض بشه، اوه خودش رو از بین میبره، چرا برنامه عوض شد، چرا ما به جای ساعت 9 حالا قرار گذاشتیم 9:10 به فلان جا بریم، فکر میکنه خودش خیلی آدم منضبطیه، همه چی
سر جاشه، ولی در واقع آدم مریضیه، اینجور بذاریم بگیم، چون اصلا واقعیت‌ها رو در نظر نمیگیره. ما در دنیایی نیستیم که همه چی سر جاش باشه، اتفاقی میفته، تصادفی میشه، شاید کسی دیر به محل ملاقات برسه و اینها اونو اذیت میکنه، نمیتونه اینها رو تحمل کنه، خشمگین میشه. چرا؟ چون که وقتی شما یه برنامه گذاشتید و سر اون برنامه اون عملی نشد و برنامه به تأخیر افتاد یا عوض شد، این احساس میکنه کنترل از دستش در رفته. وقتی شاده که بتونه همه چیو کنترل کنه، وقتی یکی دیگه کنترل بکنه اون غمگینه. کنترل مردم و اوضاع در واقع برای حفظ امنیت داخلی خودشه، نه اینکه این با کنترل کردن وضع رو بهتر میکنه، مثلا در شغل فرضاً درآمد بیشتری گیرش میاد یا بعضی رو به هر حال بهسازی میکنه. نه، این به خاطر اینکه خودش اطمینان نداره، در درونش لرزونه، هی با کنترل میخواد به خودش برسه، خودش رو مداوا کنه، حال خودش رو خوش بسازه. اصلا ربطی به سوددهی یا بهره کار یا نتیجه خوب نداره، این درگیر خودش، آدم کمال پرست. خشم چیزیه که از این آدم به وجود میاد، نتیجه میشه و همیشه همینجور که عرض کردم یکی از نشانه های این شخص اینه که دائم عصبانیه. چنین حالت دوگ و شریعت گرا در فریسیان زمان عیسی مسیح هم بود. شاید بد نباشه اینجا یک نمونه بیارم از انجیل متی باب 23 آیه 23 و 24 که عیسی مسیح در واقع با فریسیان صحبت میکنه و اونها رو یه نوع کمال پرستی دینی یا شریعتی در اونها میبینه. به آیه توجه بکنیم. وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید، اما احکام مهمتر شریعت را که همانا عدالت، رحمت، امانت است نادیده می گیرید. اینها را می بایست به جای آورد. منظورش همین دادن ده یک از نعنا و شوید و انقدر شما مو رو از ماست می کشید و می خواهید همه چی درست باشه، میگه خیلی خوب، خوبه این کار رو بکنید، اما آنها را نیز فراموش نباید کرد. چیا را فراموش نباید کرد؟ عدالت، رحمت، امانت، محبت، چیزهای از این قبیل. ای راه نمایان کور، شما پشه را صافی میکنید. چه جالب اصطلاحی که به کار میبره، پشه را صافی میکنید. پشه ها را بیدیسید توی صافی، اینا را صافی میکنید و اما شتر را فرو میبرید. من فکر کنم این یک ضرب المثل بود شاید در زمان عیسی مسیح به کسی که خیلی شریعت پرست بود و همه چون میخواست کامل باشه، میگفتن آدمیه که پشه رو صافی میکنن اما شطور رو فرو میبلن. یعنی این که خیلی دقیقی تو کارهاتون، ولی خب چه فایده از اون، برای خرابی هم به بار میارید. این هم یه نمونه ای از فریسیانی که کمال پرست بودن و نمیتونستن انعطاف داشته باشن، همه چی میبایست طبق قانون، طبق قاعده انجام بگیره. از مشخصه بارز فرد کمال پرستی که همینه که دوستان کم داره. شما بگید عزیزان، آیا شما دوست دارید میان دوستانتون آدم های کمال پرست زیاد باشن که دائم نق بزنن، دائم بگن چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو کردی، چرا این رفتارت اینجوری بود، این ای بود در تو ببینن، حاضر نباشن برنامه رو عوض کنن، اگه کسی چیز رو عوض کرد، سخنی گفت که خلاف باب طبعشونه، باب میلشونه، اون موقع عصبانی بشن. هیچ کی نمیخواد دور و بر اینجور افراد باشه، بنابراین نهایتا اینا دوستان صمیمی ندارن، همه از اونا گریزانن، در زندگی توازن ندارن، تمام انرژیشون رو صرف یه چیز خاص میکنن به قیمت چیزهای دیگه. یعنی مهمه ولی خیلی چیزها رو از دست میدن، دوستی ها رو از دست میدن و رابطه خیلی خوب و عمیق رو از دست میدن، چون که میگن من باید این کار رو بکنم و به شکل کامل اون انجام بدم.
آدم های کمال پرست پس دوستان کم دارن و از تنهایی رنج زیاد میبرن. آدم های کمال پرست به خصوص در زندگی خانوادگی، در زندگی زناشویی هم افراد تنهایی هن. همسراشون باشون خیلی اخت نیستن و فاصله بینشون هست، بین اونها و فرزندان همینطور، خیلی منزوی هن اینجور افراد. خب همه اینا رو من گفتم، شاید شما بگید که خیلی خب پس چاره چیست؟ آیا یه آدم کمال پرست، یک پدر کمال پرست، مادر کمال پرست امیدی هست که عوض بشه؟ امیدی هست که ببینه اشکال کار خودش چیه و اون رو بخواد عوض بکنه؟ بله میشه، من فکر کنم که آدم کمال پرست میتونه عوض بشه به شرطی که ببینه اشکالشو. وقتی اشکالو دید باید این کارو کرد. شاید شما هم دوست عزیز حالا چرا کمال پرستید، چراشو بذاریم کنار، ولی تشخیص میدید که شما هم اینطوری هستید، خیلی بهانه گیرید، میخواید همه چی درست باشه، اگه نباشه ناراحت میشید، بعد خودتون ناراحت میکنید، اطرافیان رو ناراحت میکنید. پس بیایید واقعا منصفانه به خودتون نگاه کنید. اگه یه همچی کسی شما هستید یا دوستانی دارید به این شکل، شاید این برنامه بتونه به درد دوستانتونم بخوره، این قدم ها رو بردارید. اولیش اینه که واقعا کمال پرستی رو یک گناه بدونید و اون رو اعتراف کنید. کمال پرست یه پا در ترسش داره و پای دیگه در شرم. ترس و شرم از گذشته است که این شخص رو کمال پرست به وجود آورده، به سلام تبدیل به کمال پرست کرده. هیچ کدوم اینها از خدا نیست. غرور رو اعتراف کنید عزیزان و بپذیرید که به قدرت خود نمیتونید کامل بشید. خیلی رک و راست بگید خداوند من میخوام کامل بشم ولی به قدرت خودم نمیتونم، پس اعتراف میکنم به این. کسی که در تله کمال پرستی افتاده در واقع طبق غلاطیان باب 3 آیه 1 میگه افسون شده ای، چون پولس به اهالی کلیسای غلاطیه میگه شما یه زمانی خوب با فیض جلو میرفتید، چی شد حالا دوباره برگشتید میخواهید شریعت رو حفظ بکنید و کی شما رو افسون کرده؟ آدم کمال پرست مثل که افسون شده، تلزم شده، نمیدونه چی کار داره میکنه. کمال پرستی بنابراین یک نوع خودفریبیه و ظاهرسازیه و در اون هیچ رحمت و رحم و شفقت و مهربانی و محبت نیست. پس بیاید به همه اینها اعتراف کنید، بگید خداوند و من اینها رو بهت اعتراف میکنم. دوم، بیاید سرچشمه شرم خودتون رو بسازید. از چه چیز خجالت میکشید؟ شرم مانند ترس شخص کمال پرست رو کنترل میکنه. منظورم از شرم چیه؟ ببینید اگه کسی در گذشته کار بدی کرده و هیچ نتونسته راجع بهش کاری بکنه و همینجور مونده این کار بد، دائم تو فکرش هست و احساس شرم میکنه، در جمع احساس شرم میکنه. شاید کار بدی بوده که دیگران بر این شخص هموار کردن، بعضی تجاوزات جنسی فرضاً به دختران یا حتی پسران کوچیک اگه شده، اینا شرم دارن، تقصیر خودشون نبوده ولی اینو همچنان در وجودشون با خودشون میبرن. یا کار بدی که در محیط خانواده اتفاق افتاده، مثلا محیط خانوادتون طوری بوده که فرضاً پدرتون شاید الکلی بوده یا مواد مصرف میکرده، پس همه اینها دست به دست هم میده و تو را آدم شرمگینی بار میاره، به طوری که در اجتماع نمیتونی راحت باشی، راحت صحبت کنی. این سایه شوم شرم همچنان رو زندگیت هست. اگه شرم به سبب گناهی است که خود مرتکب شدی، اعتراف کن. اگه دیگران به تو بدی کردن، اونها رو به دست عیسی مسیح بسپار. رومیان 12:19 میگه ای عزیزان انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید، زیرا نوشته شده که خداوند میگوید انتقام از آن من است. اگه بدی در خانوادت بوده، پدر الکلی داشتی یا معتاد داشتی، اینها اونها رو ببخش، با آن را بخشی از زندگیت بدان، انکار نکن ولی ببخش و رها کن. و سوم این که بیا و با ترست روبرو شو. مشکل ترین چیز برای یک آدم کمال پرست اعتراف اینه که من میترسم. از خدا بخوام
منبع و سرچشمه ترس تو بهت نشون بده. چرا ترس در وجودت هست؟ ترس منظورم ترس دائمی که همینجور با شخص هر جا که هست باهاش هست. عاملش معمولا والدین کمال پرست و ایرادگیر بودن که بچه اینجوری با ترس بزرگ میشه. پس بیا گناه والدین تو ببخش اگه از این زمره افراد هستی. این بدا معنی نیست که اونها رو دوست نداره. بعضا میگن من چطور بیام پدر مادرم ببخشم، مثلا مگه دشمن من بودن یا چه بدی کردن؟ نه، تو میتونه هم اونها رو دوست داشته باشی هم اونها رو ببخشی، چه اشکالی نداره. و به این شکل تو میخوای آزاد بشی از بند و قیدی که در گذشته بوده. در یعقوب 5:16 میگه پس نزدی یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. و بالاخره چهارمین چیز اینه که بیا و اگه پدر سختگیری داشتی که جای خدا رو در زندگی گرفته و همه چی باید طبق خواست اون پیش میرفته و اگه نمیشده عصبانی میشده، بیا به همچین پدر سختگیر و کمال پرست را بگو من تو را بخشیدم و بعد از این نذار سایه اون پدر سختگیر تو را هدایت کنه، بلکه بگو بعد از این خدا پدر منه و خدا را جایگزین اون پدر بساز. پدر آسمانی ما پدری سختگیر و کمال پرست نیست. اون نیازهای ما را برآورده میکنه و ما را با محبتی بدون قید و شرط دوست داره. پس عزیزان در خصوص کمال پرستی در خاتمه این چند نکته رو بگم، دوره کنم درس رو و با این خاتمه خواهم داد. پس 1، ترسایی را که ریشه در کمال پرستی دارند لطفا شناسایی کنید. غرور خود را که زیر نقاب کمال پرستی پنهانه با صداقت اعتراف کنید. از پشتیبانی کمال پرستی خیش توسط خشم دست بردارید. خانواده خود را آزاد سازید از بار مسئولیت به وجود آوردن جوی کامل برای خودتان. 5، انتظارات بیجایی را که از خود و دیگران دارید تعدیل کنید. به جای کنترل کردن مردم از بیرون بگذارید روح خدا شما را از درون کنترل بکنه. غرور خود را صادقانه همچون گناه بپذیرید و اعتراف کنید. شرمی را که به کمال پرستیتون دامن میزنه از خود دور کنید. کسانی را که شما را طرد کردن ببخشید. هر گونه بوتی، هر گونه خدایی که در زندگی بوده که پرستیدید بیایید اونو دور کنید و به جاش از پدر آسمانی پیروی بکنید. متشکرم که با ما بودید تا این موقع. شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.